بخش هشتم کتاب ما چگونه ما شدیم در بخش هفتم گفتیم که منابع ایرانی عمدتا از الگو یا مدل نظام فودالیته که در اروپای قرون وسطا بوده برای تشریح تحلیل و تبیین مناسبات اجتماعی سیاسی، اقتصادی تاریخی ایران استفاده می کنند. گفتیم صرف نظر از اینکه این, این مدل چقدر میتواند با موفقیت و کامل اروپا را پوشش دهد، اما در خصوص ایران استفاده بیش از اندازه از این مدل برای تحلیل تاریخی جامعه ایران چندان درست نمی باشد. و در این بخش یعنی بخش هشتم می خواهیم به این بپردازیم که چرا استفاده از الگو یا مدل نظام فئودالیزم که در غرب به تعبیر کار مارکس وجود داشته در خصوص ایران نمیتواند خیلی قارایی داشته باشد. بحث مهمتر این است که شکل روابط اجتماعی در جامعه فعودالی اروپای قرون وسطا اساسا چگونه بوده است. بگذارید اول اندکی بررسی بکنیم که شکل مناسبات و روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی در اروپای قرون وسطا چگونه بوده و بعد از آنکه علم اطلاع پیدا کردیم که مناسبات نظام فئودالیته چگونه بوده است آن وقت برمیگردیم مجددا به ایران و از خود میپرسیم که آیا اون چه که به نام نظام فودالیز در اروپا بوده آیا در ایران هرگز وجود داشته است؟ بنابراین مجبور هستیم یک مقداری از ایران فاصله بگیریم و به تشریح مناسبات نظام فئودالیته در اروپا بپردازیم. واضح است که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و اجتماعی اروپا نمیتوان از یک فرم و یا قالب مشخص که در همه اجتماعات فعودالی به گونه یکسان به چشم بخورد سخن به میان آورد. به هر حال تحت تأثیر عرفیات محلی، مناسبات محلی، باورهای اجتماعی و آداب و سنن مختلفی که در سرتاسر سر اروپای قرون وسطا حضور داشته پراکندگی هایی وجود داشته و لذا روابط اجتماعی در جامعه فودالی در حوزه مدیترانه به عنوان مثال یعنی منتها علیه جنوب اروپا با منتها علیه شمال آن یعنی بخش اسکاندیناوی بدون تردید دارای تفاوتهایی بودند. اما زیربنا و شکل کلی مناسبات اجتماعی در مناطق مختلف اروپای قرون و وسطا بسیار به یکدیگر شباهت داشتند در مجموع می توان شالوده روابط اجتماعی یک جامعه فئودالی را در دو محور اصلی خلاصه نمود محور اول عبارت بود از روابط بین یک فعودال و رعایایش و محور دوم روابط بین فئودال و پادشاه پیشتر دیدیم که فقدان قدرت مرکز نیرومند از اواخر قرن نهم میلادی زمینه پیدایش نظام فعودالیست را در اروپا فراهم نمود در نتیجه فقدان حکومتی مقتدر متمرکز برقراری نظم و امنیت و قانون بر عهده قدرت های مختلف محلی یعنی فعودال ها قرار گرفت بنابراین اولین و مهمترین وظیفه یک فعودال در درجه اول تأمین امنیت رعایایش در مقابل قدرت های دیگر رعایانیز نیز وظایف و تکالیف خاصی را در قبال فعودال ها داشتند. بود دیگر مناسبات اجتماعی جوامع فعودالی عبارت بود از روابط بین یک فئودال و پادشاه. تملک یک فعودال بر زمینهایش یا املاکش از طرف پادشاه به رسمیت شناخته شده بود و آنان در اصل خدمتگذار پادشاه و کلیسا بودند اگرچه خود را فرمان بردار پادشاه می ولی در منطقه خود کاملا مستقل حکومت می کردند. برای خود سپاه، قصر برج و بارو خدم و حشم داشتند به هنگام جنگ با لشکریان خود در خدمت پادشاه قرار می و به هنگام صلح در منطقه خود فرمان روائی نموده و مالیات مشخصی به پادشاه می پرداختن. حق مالکیت آنان نسبت به منطقهشان معمولا غیر قابل تغییر و همچون سلطنت موروسی بود پسر یک فودال بعد از فوت پدر جانشین وی میگردید و غالبا تسلط یک خاندان اشرافی بر منطقه نسل در نسل و قرنها ادامه یافته بود حتی اگر بنابر دلایلی روابط بین یک فودال و پادشاه به هم میخورد و آنان وارد پیکار با یکدیگر شده و فودال شکست میخورد پادشاه فرد دیگری را از همان خاندان برای فرمانروایی برمیگزید. مسئله که بارها و بارها در دوران قرون وسطا و نظام فئودالیته اتفاق افتاده بود. به ندرت اتفاق می افتاد که پادشاه پس از غلبه بر یک فئودال خاندان او را از منطقه بیرون رانده و نجیبزاده دیگری را در آنجا مستقر نماید اینجا در پایین صفحه آمده که مقایسه شود با روابط بین حکومت و ملاکین یا اربابان در ایران اگر پادشاهی قصد می کرد که فشار بیشتری بر فعودالها وارد سازد مثلا مالیات یا باج و خراج بیشتری از آنان مطالبه نماید یا به هر شکل دیگری اخلالی در قلمرو آنها به وجود آورد تجاوزی در حوزه اقتدار آنان به وجود آورد معمولا اشراف متحدن بر علیه پادشاه وارد پیکار میشدند یا پادشاه زیاد طلب را وادار به عقب نشینی میکردند و یا او را از سلطنت برداشته و پسرش برادرش خواهرش یا همسرش یا به هر حال یکی از اعضای خاندان سلطنتی را به جای او بر تخت سلطنت می نشاندند امری که بارها و بارها در اروپا اتفاق می افتد. در غیر این صورت یعنی اگر پادشاه هنوز بر عریقه تاج و تخت باقی می ماند مجبور می شد که شرایط فعودال را بپذیرد چنین تحولی برای نخستین بار در انگلستان در سال 1215 میلادی منجر به صدور منشور مهم و تاریخی مگناکارتا گردید که حدود اختیارات و نحوه عملکرد پادشاه را تعریف می نمود و کینگ جان پادشاه مقتدر و مستبد انگلیس مجبور به تندادن به آن گردید. قدرت فعودال ها به حدی بود که سرانجام آنها موفق شدن کینگ جان را از سلطنت خل نماید. سپس در زمان پسر او هنری سوم در سال 1216 اولین پارلمان در انگلستان تشکیل گردید که اختیارات پادشاه را باز هم محدود تر ساخت به بیان ساده تر نه پادشاه فعودال ها را از می توانست بکند و آنها را نابود نماید و متقابلا نه ادال ها می توانستند سلطنت را برچیده و دودمان یا سلسله دیگری را به روی کار آورند به طور کلی میتوان گفت که شکل رابطه قدرت مابین حکومت یا پادشاه و فعودالها در مجموع مشخص بود این شکل عبارت بود از به رسمیت شناخته شدن حق تملک و بهرهبرداری فعودالها در منطقه تحت قلم خود از جانب پادشاه اما از آن که آن منطقه یا ولایت از طرف پادشاه به فودال ها واگذار شده بود یا ملک آبا و اجدادی آن خاندان به شمار می رفت. در مقابل به رسمیت شناخته شدن حاکمیت فعودالها در منطقه آنان نیز وفادار به پادشاه بودند و خود را تحت امر او میدانستند به علاوه همانطور که گفتیم به او مبلغ مشخصی مالیات در سال می پرداختن. سازمان اجتماعی نظام فئودالی یعنی روابط و ساختار قدرت درون منطقه تحت امر یک فئودال نیز تا حدود زیادی مشخص بود هر رعیت یا صرف چه در قبال زمینی که فودال برای کشاورزی در اختیار وی گذارده بود و چه در قبال زندگی در یک منطقه مشخصی که تعلق به یک فعودال داشت تکالیف و وظایف مشخصی بر عهده داشت به سخن دیگر چه فودال زمینی را به یک صرف یا یک رعیت واگذار کرده بود و چه رعیت یا صرف اساساً بر روی زمین های فئودال کار میکرد وظایف مشخصی بر عهده داشت در بهار هر سال هر رعیت میبایستی در حدود یک و نیم هکتار زمین برای ارباب شوخ میزد و در طول سال دو رأس گاو به مدت هفت روز برای استفاده در زمینهای ارباب در اختیار او قرار میداد هر هفته سه روز میبایستی در زمینهای ارباب کار میکرد و سالیانه و سالیانه یک عدد مرغ شانزده عدد تخم مرغ و یک گاری هیزم به ارباب تحویل میداد منابع اینها در صفحه مربوطه یعنی همین صفحه آمده یک رعیت هرگز حق نداشت که منطقه اربابش را ترک کند به استثنای زمانی که به همراه اربابش به جنگ می رفت چنانچه دختر یک رعیت ازدواج می کرد و یا پسرش را می خواست به مدرسه که معمولاً در قرون وسطا منحصر به سومه و مدارس دینی کلیسا بود بفرستد میبایست این مبلغ مشخصی به ارباب پرداخت نماید اگر رعیتی با تلاش و کوشش قادر میگردید پولی پس انداز نماید میتوانست با پرداخت آن به ارباب خود را آزاد سازد اعم از اینکه پس از آزادی هنوز بخواهد در منطقه فئودال زندگی کند بر روی زمینی که مال فئودال نیست و از او خریداری کرده یا به شکل دیگری به دست آورده و یا آنکه اساسا آن منطقه را ترک کرده و به شهر رود وضع قانون و اجرای مقررات توسط فعودال صورت میگرفت و رعیتی که خلافی مینمود در دادگاه کاخ یا قلعه فعودال محاکمه می شد. البته در انگلستان از زمان هانری دوم در سال 1154, 1154 میلادی محاکمات به وسیله اربابها متوقف گردید و به جای آن محاکمه توسط هیئت منصفه مرکب از دوازده نفر صورت می که این فرم تبدیل به شکل کلی قضا در غرب شد نکته شایان توجه در تمامی آنچه که تشریح کردیم آن است که همه قوانین وظایف تکالیف حدود و مقررات فوق و ذکر مشخص و مکتوب می بودند. اگر رعیتی به عنوان مثال موفق می از منطقه ارباب بگریزد و به مدت یک سال و یک روز در شهر یا منطقه اقامت کند بدون آنکه دستگیر شود در آن صورت رعیتی آزاد شده محسوب می شد و ارباب دیگر یا فودال دیگر حقی نسبت به او و خانوادهش نداشت. این طور نبود که ارباب هر طور که اراده می نمود رفتار کند و هر مقدار که میخواست به دلخواه از رؤایا بستاند. باز در پایین صفحه گفته که مقایسه شود با روابط ارباب رعیتی در ایران. اگر پیشتر گفتیم که کاربرد قالب فودالیسم برای توصیف جامعه ایران صحیح نیست به واسطه تفاوت‌های بنیادی است که بین دو جامعه ایران و اروپای قرون وسطا وجود داشته از جمله مهمترین این تفاوتها حدود اختیارات حکومت و تفاوت بنیادی دیگر در مسئله مالکیت بر زمین است همانطور که ملاحظه شد در نظام فعودالی اروپا به دلیل قدرت فعودال ها و کلیسا حکومت دارای قدرت مطلق نبود سلاطین و پادشاهان اروپایی مجبور بودند نجبا و اشراف را به رسمیت بشناسند و نمی توانستند به میل خود به قلمرو آنان تجاوز کنند مالیات یا قشون اضافه از آنان طلب کنند و یا به اشکال دیگری در امور آنان مداخله نمایند ناتوانی حکومت یا دقیقتر گفته باشیم قدرت نسبی و نه مطلق حکومت به تب باعث می شد که حق مالکیت اشراف به رسمیت شناخته شود شاهان نمی توانستند به منطقه یورش ببرند و املاک آن را به تصرف خود درآورند. در عمل توازن قدرتی ما بین فعودالها و حکومت برقرار بود و سعی در به هم زدن این تعادل از طرف حکومت همواره با واکنش دست جمعی ها همانطور که گفتیم روبرو می گردید. فلواقع می توان گفت که بخش عمده از تحولات سیاسی اروپای قرون وسطا در نتیجه کشاکش های سیاسی و جنگ قدرت بین فودالها ها از یک سو و دربار از سوی دیگر به وجود آمد در حالی که در ایران بجز قدرت فائقه و مطلق حکومت اساسا نهاد دیگری هرگز وجود نداشت و هیچ جریان یا نیروی سیاسی قدرت آن را نداشت که در مقابل خاص و اراده حکومت مقاومتی کرده و یا عرض و اندامی نماید اگر در خارج از شهرهای اروپای اصل فودالیزم اشراف نوعی توازن قوا بین خود و حکومت به وجود آورده بودند در داخل شهرها نیز چندین عامل باعث میشد تا حکومت نتواند به قدرت مطلق دست یابد. شاید بتوان گفت مهمترین عامل همانا محدودیت قدرت دربار در نتیجه حضور اشراف بود. اگرچه فعودال ها در شهرها حضور نداشتند، اما از آنجا که حدود اختیارات پادشاه به نسبه معین بود این محدودیت بر قدرت سلاطین در داخل شهرها نیز تأثیر میگذارد به علاوه از آنجا که زیربنای اقتصاد در نظام فئودالیستی بر مبنای تولیدات کشاورزی بود که در مناطق فعودالها تولید می شد لذا فشار حکومت در داخل شهرها بر تجار و اصناف تأثیر مستقیمی بر داد و ستت آنها با فعودال میگذاشت. بنابراین از این بود نیز قدرت فعودال ها به گونه غیر مستقیم بر مناسبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی درون شهرها تأثیر می گذار. اگر حکومت به فرض مالیات جدیدی را برای اصناف یا تجار وز می یا تغییراتی در مقررات تجارت و داد و ستت به وجود می آورد یا به هر حال تصمیماتی اتخاذ می نمود که مستقیما یا غیر مستقیم بر درآمد آنان تأثیر می گذارد و در وضعیت اقتصادی این اخشار یا مصرف کنندگان خللی ایجاد می کرد این تغییرات طبیعتاً بر فودالها که تولید کنندگان و تهیه کنندگان مواد اولیه و تولیدات کشاورزی و دامی بودند بی تأثیر نبود اگر تصمیمات و تغییرات جدید تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی فعودال ها می گذارد، حکومت با واکنش آنان روبرو می شد. به سخن دیگر قدرت فعودال ها در بیرون پایتخت و شهرهای عمده تا حدودی همانند پشتیبان و ملجعی برای تولید کنندگان و نیروهای اقتصادی در داخل شهرها در قبال استبداد و اعمال حاکمیت مطلق حکومت عمل می نمود. این مکانیزم خود به خود باعث شده بود تا تجار اصناف و به طور کلی کسانی که به نحوی در امر اقتصاد و تجارت درون شهرها درگیر بودند از یک درجه نسبی آزادی عمل و عدم مداخله حکومت برخوردار باشند اگرچه در مواجهه با حکومت نیروهای اقتصادی شهری از حمایت فعودالها برخوردار بودند در عین حال خود نیز با آنها تضاد منافع داشتند فودالها برای حمل و نقل محصولات کشاورزی یا به زبان امروزه ترانزیت کالا از طریق قلمروشان مالیات می‌گرفتند این مالیات به تب هزینه مال و تجاره را بالا می‌برد و در نتیجه درآمد کمتری آید تجار در شهرها می نمود. بنابراین تجار به منظور افزایش درآمد خود سعی می کردن حتی الامکان در مقابل زیادی خواهی های فودال ها هم مقاومت نمایند. و از آنجا که فودال ها در شهرها نمی توانستن مستقیم اعمال قدرت چندانی نمایند بنابراین تجار و اصناف در مقابل آنان نیز همچون حکومت از درجه از استقلال عمل برخوردار بودند به بیان ساده تر تجار اصناف پیشوران و در مجموع نیروهایی که در امر تولید و انتقال کالا دخیل بودند در داخل شهرها مجبور بودند هم با حکومت دست و پنجه نرم کنند و هم در بیرون شهرها با فودالها. این تضاد دوگانه باعث به وجود آمدن نوعی توازن قدرت در شهرهای بزرگ اروپای قرون وسطا شده بود که نتیجه بالفعل آن استقلال و آزادی عمل نسبی در مقابل حکومت بود اقشار شهری برای حفظ منافع اقتصادی خود در مقابل حکومت مجبور بودند به صورت دست جمعی عمل نمایند در نتیجه در داخل شهرها اتحادیه های مختلفی از اصناف، تجار، پیشوران و صاحبان حرف و مشاقل به وجود آمده بود که تنظیم امور هر سنف را خودشان در دست داشتند. اعضای این اتحادیه ها از میان معمرین و بزرگان سنف انتخاب می شدند و جدای از رتق و فتق امور وظیفه مهم دیگر آنان مذاکره با حکومت بر سر وضع قوانین و مقررات تجاری و میزان مالیات بود به گفته آقای احمد اشرف در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران تهران نشر زمینه سال 1359 صفحه سی نقل قول آقای اشرف براتون میخونم این انجمن ها یعنی همون اتحادی های سنفی ابتدا به عنوان انجمن های برادری که رنگ و بوی دینی هم داشتند تشکیل شدند و بعدها به صورت انجمنهایی برای دفاع از منافع اقتصادی اعضا درآمدند گیلد های غربی گیلد اسم لاتین اسم انگلیسی انجمن ها و اتحادیه های سنفی هستش گیلدهای های غربی با قانونی کردن منافع سنفی و با مبارزات سیاسی و اقتصادی دعاوی خیش را تعمیم و تثبیت می نمودن. تا بتوانند در برابر زورگویی و فشارهای خارجی از ناحیه حکومت از یک سو و اشراف یا فودالها از سوی دیگر ایستادگی کنند گیلدها به عنوان انجمنهای سنفی در قلمرو فعالیت‌های خود کم و بیش خودمختار و مسئول بودند آنها می‌توانستند اعضای گیلد را تعیین کنند رهبران خود را برگزینند و اموال مشترک و جمعی انجمن را اداره کنند پایان نقل خود به مرور زمان و با گسترش امر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی درون شهرها عرصه استقلال اتحادیه های سنفی و تجاری گسترده تر گردید در نتیجه هر قدر به پایان قرون وسطا و عصر اودالیز نزدیکتر می قدرت انجمن ها و اجتماعات سنفی درون شهرها افزایش می آود. در نهایت با تغییراتی که در ساختار تولید در اروپای بعد از انقلاب صنعتی پدید آمد مرکز سقل تولید از مناطق روستایی و قلمرو فودالها خارج شده و به تدریج به درون شهرها انتقال یافت شهرهایی که ظرف چندین قرن نهادهای به نسب مستقلی از حکومت به نام گیلدها در آنها شکل گرفته بود لذا شهرهای اروپای ما قبل انقلاب صنعتی قادر بودند پذیرای این تحول تاریخی شوند افزایش قدرت اقتصادی تولید کنندگان شهری لاجرم قدرت سیاسی را هم برای آنان به دنبال آورد که نتیجه تاریخی آن تولد برژوازی و اروپایی بود که ما امروزه آن را میشناسیم چنین بود تصویر کلی از مناسبات اجتماعی و ساختار تولیدی که مارکس آن را دوره فئودالیسم نامیده است نه تنها در عرض قرون وسطا در ایران چنین روابطی حاکم نبوده بلکه قبل و بعد از آن هم ما در ایران چنین ساختار اجتماعی نداشتیم در جامعه فعودالی اروپا حدود اختیارات حکومت و شخص اول مملکت کم و بیش و در مجموع معین بود همچنین حدود اختیارات فودالها حدود و وظایف و موقعیت رعیت و مهمتر از همه اینها حق و حقوق اجتماعات شهری که در قالب انجمنها و اتحادی تجاری و صاحبان حرف شکل گرفته بود هم باز مشخص بود و آنچه بسیار در خور توجه است آن است که این حد و حدود با کم و زیادش از جانب اولیگارشیه حاکم یعنی دربار فودال و کلیسا رعایت می شود. ولی ما در ایران در هیچ مقطعی چنین ساختار اجتماعی نداشتیم. در ایران تکلیف قدرت همواره مشخص بود. اول، وسط و آخر قدرت به حکومت همواره ختم می شود. نه تجار، نه بازرگانان نه اصناف و پیشوران در داخل شهرها نه ملاکین و به اصطلاح فعودالها در خارج شهرها و نه رعیت و نه هیچ قشر اجتماعی دیگری از هیچ حقوق اجتماعی مشخص و معینی که مورد قبول و احترام حکومت باشد برخوردار نبودند در هیچ مقطعی از تاریخ ایران چنین چیزی وجود نداشته حکومت به میل خود و به تب بنابر مختزیات سیاسی منافع اقتصادی و یا اعتقادات مذهبی خود آنگونه که میخواست اعمال قدرت مینمود از هر که هرچه میخواست میستاند و به هر که هرچه مایل بود میرساند نه وزیر نه وکید. نه معمرین، نه علما، نه عوام، نه اصناف، نه تجار، نه رعیت و نه هیچ بنی بشر دیگری در مقابل اراده و خواست حکومت از هیچ امنیت، ملجع و پناهی برخوردار نبودند. در اروپا همونطور که دیدیم اشراف یک پایه اساسی ساختاره قدرت سیاسی نظام فودالیته را تشکیل میدادند و همواره به عنوان وزنه ای در مقابل استبداد حکومت و مطلق انان بودن پادشاه قرار داشتند. برخی از مهمترین تحولات تاریخی اروپا مانند پیدایش منشور تاریخی مگنا به وجود آمدن پارلمان و محدودیت اختیارات و قدرت حکومت و پادشاه نتیجه مبارزات متحد اشراف و فودالها علیه شاهان مستبد و حکومتهای خودکامه بود محدودیت قدرت حکومت به نوبه خود باعث می شد تا نهاد قانون و قضاوت این امکان را پیدا کند تا به نسبه مستقل از حکومت و اعیان اشراف اعمال قدرت نماید استقلال امر قضا باعث به وجود آمدن امنیت اجتماعی میشد و امنیت اجتماعی به نوبه خود از یک سو فضای مناسب را برای فعالیت های اقتصادی کسب و کار و تجاری به وجود می آورد و از سوی دیگر مشارکت سیاسی را سبب ساز می شد. اما در ایران قدرت حکومت در قالب پادشاه همواره به صورت مطلق باقی ماند بدون آنکه نهادی به وجود آید تا یارای یا آن را پیدا کند یا داشته باشد که بتواند در مقابل استبداد و اعمال حاکمیت مطلق شاهان ابراز وجود نماید در عوض در ایران هر صاحب قدرتی اعم از زمینداران یا تجار و عناصر زینفوز سعی داشتند تا خود را به هر طریقی که ممکن بود به رئیس حکومت نزدیکتر کنند تا بتوانند از طریق او اعمال قدرت نموده و به جاه و جلال و ثروت و قدرت دست یابند در اروپا فعودال ها نه تنها مالک نسلن در نسل مناطق خود بودند بلکه با اقامت در ملک خود به تبر در غم و شادی و در رونق یا رکود اقتصادی آن سهیم بودند به علاوه اقامت آنان در منطقه تحت امرشان باعث می گردید تا نقشی در تجارت نداشته باشند فلواقع تجارت در اروپای قرون وسطا نه تنها مقایر با اشراف زادگی بود بلکه به لحاظ تشخص اجتماعی اگر نگوییم تجارت امری پست و حقیر به شمار می آمد حداقل چندان حرفه با افتخار و پر اسم و رسمی نبود. اکثرا تجارت توسط یهودیان صورت می گرفت که به لحاظ اجتماعی در اروپای مسیحی قرون وسطا شهروندانی نامطلوب حقیر مالپرست و پست شمرده می شدن. اما برعکس اروپای قرون وسطا در ایران تجارت مایه تشخص اجتماعی به شمار می آمد بنابراین نه تنها اشراف و فودال ایرانی به تجارت می پرداختند بلکه حکومت نیز دستی در تجارت داشت این تفاوتها آنچنان محسوس بود که شاردن سیاه فرانسوی را که حدودا هم عصر صفویه ها به ایران آمده مبهود سازد نقل قول شاردن در سفرنامه خود می نویسد که در مشرق زمین اعاظم بزرگان حتی خود شاه نیز به تجارت می پردازن. این رجال و ملوک به مانند بازرگانان اموال و, و مستخدمینی دارند که دارای همان عنوان منشیان تجار می باشند. اغلب ایشان صاحب کشتی های مخصوص تجاری و انبار بازرگانی برای خود هستند. فلمثل شاهنشاه ایران ابریشم منسوجات زربفت و سیمبافت و دیگر پارچه های نفیس قالی و فرش و جواهر می فروشد و از این کالاها برای فروش به ممالک همسایه استفاده می برد. پایان نقل قول وجه افتراق مهم دیگر جامعه ایران با نظام فعودالی اروپای قرون وسطا در نحوه زندگی فودال های ایرانی در مقایسه با همتایان غربی آنان بود در اروپا همانطور که دیدیم فودال با به سر بردن در منطقه تحت قلم روی خود نه تنها در غم و شادی رعیت شریک بودند بلکه عمدتا از زندگی شهری و تجارت دور می‌ماندند اما در ایران بالعکس ملاکین و زمینداران بزرگ که غالبا از سوی حکومت و پس از به روی کار آمدن سلطان جدید یا سلسله تازه که تشکیل میشد زمیندار شده بودند کمتر در منطقه مورد تملک خود به سر می بردن و بیشتر در پایتخت و برگرد پادشاه و دربار میگشتند. فودال های ایرانی جدای از آن که قرابت و رابطه احساسی خاصی با منطقه تحت فرمانروایی خود نداشتند رقابتها و کشمکش های درون دربار و پیرامون پادشاه آنان را وادار می ساخت تا برای حفظ موقعیت خود در پایتخت و در جوان مرکز قدرت باشند ها فرسنگ ها دورتر از پایتخت به سر برند بنابراین در ایران بر خلاف اروپای قرون وسطا تفکیک منافع و در نتیجه پیدایش قطبهای مشخص و مختلف اقتصادی که لاجرم منجر به پیدایش گروه های مشخص اجتماعی شود هرگز وجود نیامد. تنها یک قطب اقتصادی وجود داشت که آن هم در شهرها بود و لاجرم تحت سیطره بیچون و چرای حکومت قرار می گرفت. این وجه تمایز بنیادی میان ایران و غرب قرون وسطا را حمید اشرف اینگونه در کتاب خود جمعبندی می نماید. نقل قول جیلت های غربی در شهرهای خودمختار فعالیت می کردن و در آن نظام میان صنعت و بازرگانی از یک سو و کشاورزی از سوی دیگر جدایی اساسی وجود داشت از این رو بدین ترتیب که فعودال در دژها میزیستند و پیشوران و بازرگانان در شهرها. از این رو شهر و روستا کاملا از یکدیگر جدا بود. حالان که در شهرهای شرق از جمله ایران عاملان حکومت و زمینداران جملگی در شهرها اقامت داشتند و در نتیجه محله های شهر و اصناف شهری همراه با اجتماعات روستایی زیر سلطه آنان قرار داشت این امر از یک سو از آزادی و خودمختاری جلوگیری میکرد و از سوی دیگر مانع ایجاد تضاد میان شالوده تولید شهری و روستایی میشد یعنی تضادی که در مغرب زمین از عوامل مؤثر نظام سرمایداری بود به نقل از کتاب به نقل از کتاب احمد اشرف صفحه 33 نه تنها در جامعه ایران تفکیک نهادهای اقتصادی مابین شهر و روستا به وجود نیامد بلکه بسیاری از زمینهای اطراف شهرها و باغات متعلق به تجار و ثروتمندان شهری بود لذا آن تضاد منافعی که بین تجار در شهرها و فودالها در اروپا به وجود آمد در ایران هرگز ظاهر نشد لازمه پیدایش چنین تضادی وجود قشری از اشراف و زمینداران بود که حق تملک آنان نسلا در نسل دوام پیدا کرده باشد حقی که همواره توسط حکومتهای مختلف در ایران پایمال میگردید به گفته خانم ان لمتون نقل قول در ایران هرگز اشرافیت ثابتی که مبنای آن مالکیت بر زمین باشد و وسیله انتقال املاک اشراف از نسلی به نسلی دیگر گردد به منصه ظهور نرسید. مهمترین علل این امر دو تاست اول اینکه ماهیت جامعه اسلامی و قانون ارث در اسلام با این سبک معارض است و پس از چند نس املاک خواهناها به واسطه قانون ارث به قطعات کوچکتر و کوچکتر تقسیم می شود دومین علت مهم که باعث شد اشراف ثابت و زمینداران و ملاکین بزرگ در ایران ظهور پیدا نکنند هرج و مرج های متوالی و تغییرات مکرری است که در سلسله هایی که در ایران به قدرت می رسیدن اتفاق افتاده روی کار آمدن هر سلسله جدید توان با تغییرات گسترده این شد که در ترکیب طبقه زمینداران در ایران به وجود می آمد. بنابراین مقایسه طبقه اشراف زمیندار ایران با طبقه اشراف قدیم مربوط به هسته فئودالیته در اروپا یا یکی دیگر از جوامع غربی مایه گمراهی است پایان نقل قول. این نقل قول از کتاب خانم ان لمتون هستش نام کتاب ایشون هستش مالک و زاره در ایران ترجمه منوچهر امیری مرکز انتشارات فرهنگی وابسته به وزارت علوم سال چاپ 1362 در تهران چاپ سوم نقل قولی که آوردم براتون از صفحه 458 و 459 این کتاب است. اما شاید بتوان گفت که مهمترین وجه افتراق فودالیست در اروپا با نظام اجتماعی ایران به پیدایش انجمنها و نهادهای دست جمعی سنفی مستقل در شهرهای اروپایی که تا حدود زیادی در قبال حکومت از آزادی عمل برخوردار بودند و فقدان چنین نهادی در ایران باز می گردد. به عبارت دیگر مهمترین تفاوتی که بین نظام اجتماعی ایران و نظام اجتماعی اروپای قرون و استا وجود دارد خلاصه می شود در حضور نسبی قانون و در نتیجه محدودیت قدرت حکومت در نظام فعودالی اروپایی و تمرکز مطلق قدرت در دست حکومت در نظام ایران به گفته حامد حنیف نژاد نقل قول دارم براتون میخونم در اروپا در اثر اشتراک مساعی اشراف زمیندار ریشه تأسیسات مذهبی انواع محاکم مجلس های قانونگذار به وجود آمدند و صدی در برابر خودکامگی حکام که در رأس طبقه اشراف جای داشتند پدید آمد اما در ایران بیریشگی و عدم ثبات اشراف هرگز اجازه نداد که چیزی شبیه به این تاسیسات سیاسی، حقوقی و مذهبی در ایران پدیدار شود و اختیارات شاهان و فرمانروایان را به مرور همچون اروپا محدود کند از این رو تنها چیزی که ثبات و دوام داشت استبداد خشن و متمرکز پادشاهان بود شکل خشن استبداد در ادوار و آثار گوناگون تاریخمان مانعی بزرگ در راه پیشرفت اقتصادی ایران بوده است زورگویانی که هر چندگاه یک بار بر این کشور حکومت کرده اند همواره خود را مالک همه دارایی ها و هست و نیست مردم می شمارن. و مردم از ترسشان زندگی و فعالیت اقتصادی فیش را نتوانستن توسعه داده و آنچه چرا که داشتن همواره سعی می کردن از چشم حکومت مخفی نگه دارند. اگر اشراف ایرانی و زمینداران محلی روندی را شبیه به آنچه که در اروپا طی شد می توانستند طی کنند و از قدرت ریشهدار غرور و تکبر اشراف اروپایی می توانستند برخوردار شوند هرگز امیران پادشاهان و سلاطین نمی توانستند با اشاره ای تومار هستی و دارایی هایشان را برباد دهند بیپایگی و نااستواری و ضعیف بودن اشرافیت و نبود اشراف مقتدر تضادها و دشمنی های میان مدعیان حکومت و اعضای خاندان حاکم را در ایران تشدید می کرد و, در و بر دامنه کشمکش های داخلی می افزود. این رقابت ها و کشمکش ها به تولیدات شهری و روستایی آسیب می رسند. و به فقر توده های مردم منظما می افزود و تکامل جامعه ایران را تکامل اجتماعی و مدنی آن را در طول تاریخ مختل کرد پایان نقل قول به نقل از کتاب آقای حامد حنیف نژاد. نام کتابشون هست تا مبانی تاریخی و اجتماعی تحلیل وقایع ایران معاصر در مجموعه مقالات احیا ناشر حسن یوسفی اشکوری سال 1367 نقل قولی که براتون آوردم از صفحه 51 این کتاب بود اما علا رقم همه این تفاوت بنیادی میان جامعه ایران و نظام فعودالیته غربی بسیاری از نویسندگان ایرانی ام از آنان که مارکسیت بودند یا آنان که مارکسیست نبوده اما به هر حال از این قالب ها و انگاره ها استفاده میکردند، به سادگی و بدون آنکه دقدقی به خود راه دهند با قرار دادن ایران در چارچوب نظام فودالی خیال خود را راحت نمودند. حد اکثر این که به وجود برخی از های نظام غربی و شرقی اشاره کردند اما در نهایت جامعه ایران را منطبق با نظریات کلی کار مارکس از تکامل تاریخی و نحوه پیدایش فرماسیون های مختلف با روابط تولیدی مشخصی دانستن به عنوان مثال نقل قولی که براتون میخونم از کتاب ابوزر ورداسبی است ابوزر ورداسبی عنوان کتاب هست علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فودالی ایران این کتاب توسط انتشارات چاپار در سال 1356 در تهران انتشار پیدا کرده نقل قولی رو که من براتون دارم میخونم مال چاپ سوم این کتاب صفحات دهم ده و یازدهم ده است ورداسپی چنین می نویسد در کشورهای شرقی نیز مانند ممالک غربی شیوه های تولید متناوبن یکی جای دیگری را گرفته و حرکت جامعه به پیش صورت گرفته است ما ضمن پذیرفتن شکل تولید آسیایی که روشنگر برخی از نقاط تاریک شرق است معتقدیم که به طور کلی اختلاف اصولی و بنیادی بین تأسیسات اجتماعی و اقتصادی شرق و غرب وجود ندارد و خصوصیات فرعی که آنان را از یکدیگر متمایز میسازند مانع از آن نخواهد بود که ما شرق و غرب را عموماً از لحاظ تشکیلات و تأسیسات اقتصادی و اجتماعی در یک ردیف قرار دهیم جامعه ما جامعه ما مانند همه جوامع بزرگ چه غربی و چه شرقی از سادگی به پیچیدگی سیر کرد یعنی در جریان پیشرفت نظام ساده ابتدایی را از پشت سر گذاشت سپس شیوه زندگی بردهداری را در پیش گرفت و در عصر دودمان اشکانی مرحله نخست جامعه فعودالی در ایران پدید آمد پایان نقل قول کتاب آقای ابوذر ورداسبی که مشخصه که کاملا داره میگه که تفاوتی بین ایران و اونچه که مارکس میگوید درباره نظام فودالیته وجود ندارد آقای محمد رضا فشاهی که از او پیشتر نام بردیم فشاهی حتی پا را از این هم فراتر نهاده و اساسا فکر این که نظام ایران با فئودالیسم غربی مورد نظر مارکس متفاوت است را پنداری باطل میداند نقل قول از کتاب آقای فشاهی قبلا من گفتم که کتاب اسم کتابشون گفتم از صفحه 19 کتابشون این نقل قولی که دارم براتون میخونم نقل قول روش اقتا و تیول در ایران کم و بیش به مانند اروپا بود اینکه نویسندگان غربی نظیر بکر و لمتون میکوشند ثابت کنند که اقتا شرقی یعنی زمینداری شرقی به خصوص ایرانی از معادل غربی آن کاملا متمایز بوده و هرگز به آن مبدل نشده است و اینکه پولیاک سعی می کند به زمینداری ایرانی و عرب جنبه اداری بدهد اینکه لمتون میگوید زمینداری شرقی از زمینداری غربی کاملا متمایز بوده و فئودالیسم اسلامی ربطی به هیچ نوع از انواع مختلف فئودالیسم اروپایی نداشته و اینکه برخی از نویسندگان به پیروی از امثال بکر، لمتون و پولیاک میکوشند ثابت کنند روابط و مناسبات ارباب رعیتی در ایران از نوع فودالیسم غربی نبوده و به شیوه پاتریمونیال بوده است پندانی کاملا باطل است اینم نقل قول آقای فشاهی هستش که همچون آقای ورداسبی و دیگران معتقدن که نه هیچ تفاوت جدی بین نظام فودالیته که مارکس توصیف میکنه و اون چی که در ایران بوده وجود ندارد با پذیرش قالب های از پیش تعیین شده نه تنها این خطر وجود دارد که ما تصویر مسخ شده ای از تاریخ و سیر تحولات اجتماعی به دست آوریم بلکه بسیاری از سوالات بدون پاسخ خواهند ماند یا اینکه حداکثر با پاسخ های مبهم و دست و پا شکسته مواجه می شویم. بیشتر با توجیهات روبرو هستیم تا با تحلیلی تاریخی به نحوی که وقتی کلیشه ها و جملات پرتمطراق را چه کافی نماییم آخرش هم چندان معلوم نمی شود که ما از نقطه الف در تاریخ ایران چگونه به نقطه ب رسیده ایم گذشته از آن که مسئله اساسی تر و اولیه اینکه چگونه نقطه الف به وجود آمده است بدون پاسخ می ماند. آثاری که با قالب فئودالیزم به تجزیه و تحلیل تحولات اجتماعی ایران پرداختند غالبا نتوانستند برخی از خصوصیات اساسی جامعه ایران را تبیین نمایند به عنوان مثال اینکه چرا ایران در ایران حکومت برخلاف فودالیزم غربی این چنین توانمند و نیرومند می شود اینکه چرا در ایران باز برخلاف فودالیزم غربی نهادهای شهری مستقل از حکومت به وجود نیامدند اینکه چرا در ایران اشرافیت ثابت و پایدار باز برخلاف فودالیزم غربی به وجود نیامد اینکه چرا نهاد مالکیت در ایران باز برخلاف فودالیزم غربی این چنین آسی پذیر و ضعیف و بیارزش باقی ماند و به رسمیت شناخته نشد اینکه چرا ایران معالاسف علا رقم این که به لحاظ تاریخی قرنها قبل از غرب به تمدن و پیشرفت دست یافته بود در مسیر انحطاط و عقب ماندگی قرار میگیرد و پرسش ها و سوالات بسیاری دیگر بنابراین در پاسخ به این پرسش که از کجا شروع کنیم ما در وهله نخست سعی خواهیم کرد که از کاربرد کلیشه ها و قالب از پیش تعیین شده اجتناب نماییم در مرحله بعدی اساس کارمان این خواهد بود که از خود ایران یعنی با پرداختن و بازنگری ویژگی ها و خصوصیاتی که جامعه ایران را در گذشته شکل داده و خوب و بد و پیشرفت و عقب ماندگی آن را رقم زده است بررسی و تحقیق خودمان را شروع نماییم